رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما هستند. گزارش این مخاطب ایران اینترنشنال رو دیدید، گرانی ها و هشدارها نسبت به ناتوانی دولت در کاهش فشار اقتصادی هم دربارش زیاد صحبت میشه. تمام اینها رو در کنار هم چطور ارزیابی میکنید و چرا کشور در این شرایط قرار گرفته؟ ببینید، اول بخوایم اگر ریشه یابی بکنیم باید برگردیم به روندی که حداقل در دو سه سال اخیر در اقتصاد ایران شدت گرفته. اون هم بحث تحریم ها هست و عدم دسترسی ایران به منابع ارزی خودش. همین روندی که هست در کنار شاهد بروز ناترازی ها هستیم در حوزه های مختلف، در بحث انرژی گرفته تا حتی منابع آبی. تمام اینها دست به دست هم داده که امروز اقتصاد ایران در این نقطه قرار بگیره. قطعی برقی که در تابستان هم پشت سر گذاشته شد و برای صنایع همچنان ادامه داره مزید بر علت هست. ما وقتی همین ویدیوهای شما رو اگر مبنا قرار بدیم، ببینید در عرض چند ماه به فاصله یک ماه یا دو ماه اقلام مرتب گران شدن و این برخلاف اون ادعا آیه که دولتی ها همواره داشتن، چه دولت رئیسی و چه دولت تازه کار پزشکیان، که قیمت ها ثابت مونده، اتفاقی نیفتاده و حمایت خواهد شد از معیشت مردم. این روند داره نشون میده اون قطعی برق خودش تاثیر خودش رو ماه به ماه در قیمت ها گذاشته. افزایش نرخ ارز و کمبود نرخ ارز برای واردات مواد اولیه تاثیر خودش رو اینور داره میگذاره، در تمام بخش از مواد شوینده و بهداشتی گرفته تا شیر و خشک و دارو و تمام مواد غذایی دیگر، این اتفاق داره رخ میده و این هم یک دلیل بسیار ساده و مشخص داره. اون هم در اولویت نبودن اقتصاد، در اولویت نبودن معیشت خانوار برای جمهوری اسلامی است. همزمان که دولت درباره شرایط اقتصادی اظهار نگرانی میکنه و هشدار میده، رسانه‌های نزدیک به حکومت بیشتر روی مسئله تداوم تبعات تورم تمرکز دارن. این دلیل این رویکردها که متفاوت هم هستن چیه به نظرتون؟ ببینید، ریشه هر دو نگرانی هست. دولت نگران اینه که با توجه به این ناترازی ها و کسری بودجه شدیدی که امسال برای 6 ماه هزار میلیارد تومان اعلام شده و 6 ماه دوم سال رو هنوز پیش رو داریم، با توجه به این ناترازی ها و کسری و کمبودها، دولت نگران تأمین منابع لازم برای تأمین کالای اساسی است. آقای تاجگردون هم اشاره کردن که تأمین کالای اساسی به واسطه محدودیت ارزی با بحران مواجه است. در کنار این نگرانی دیگر از سمت رسانه‌ها و افراد نزدیک به حاکمیت است که اونها نگرانیشون از جنس دیگری است، نگران معیشت مردم نیستن. اونها نگران به خطر افتادن اصل نظام هستند، چرا که اگر این روند ادامه پیدا کنه، افزایش قیمت‌هایی که دیدیم در همین دو تا کلیپ هم به همین شکل بخواد در ماه‌های پیش رو ادامه پیدا بکنه، ناترازی‌ها داره شدت می‌گیره، منابعی برای برطرف کردنش وجود نداره، این شرایط در نهایت مردم رو به صورت یک پارچه در تمام حوزه ها به خیابان خواهد کشن و مطالبات خودشون رو جور دیگری دنبال خواهند کرد. رسانه های نزدیک به حکومت نگرانیشون از این جنس است و نگران معیشت مردم یا گرسنگی بخش زیادی از دهک های پایین جامعه نیستن. این دوتا نگرانی رو که ما مرور میکنیم، یک راهکاری باید براش وجود داشته باشه. اون هم هر راهکاری اگر در اقتصاد بخوایم متصور باشیم، تنها مسیرش از اصلاح سیاست خارجی میگذره که در جمهوری اسلامی غیر ممکن به نظر میرسه. متشکرم. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی.